سلام به روی ماهتون، الهی که خدا براتون بهترین ها رو رقم بزنه. سلام. سلام علیک میکنم با شما، حالتون که خوبه انشالله. حال بچه های ما هم عالیه با وجود شما. تا حالا موقع نقد کردن به دایره لغاتی که استفاده میکنید فکر کردید؟ واقعا تأثیر عجیب غریبی داره. مثلا داداش من وقتی میخواد از من انتقاد کنه از کلمه جون استفاده می‌کنه، یعنی جونو که میاره توی کلام میفهمم که خب حواس جمع باشه، میخواد ازت انتقاد کنه. داشتم بار فیکس میزدم، گفت که خنگول جون داری اشتباه میزنی. توی برنامه نیمبند نیمچه نقدی داریم به برخی از مسائل، الهی که با ما لبخند بزنید ولی چیزی رو از ما لطفاً به دل نگیرید. بفرمایید. Quartet piano tenor abbassano bariton mariton te forte bemollo me do l'asiano Dieta Quartet piano tenor abbassano bariton mariton te forte bemollo me do l'asiano Che che resce c'è do Odi modi la la die la die Che bello, che dimmi di là, la die, la die. Che non rappari ton die, zabbe mollo di agmente. Medo la siano, te lo roba sanno, die zabbe mollo a cardo. Che non rappari ton die, zabbe mollo di agmente. Me dola siano, te lo roba sanno, ti la bevo lo a caro. گفتمش از من تو یک ایراد گوی، گفت هستی از بغل مانند موی. گفتمش از روبرو ایراد گوی، گفت پیچش موی. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکان یکان شما بینندگان جان، هموطنان پیشانی بلند، سلانه سلانه سر میچرخانیم خدمت میهمان بسیار بسیار گرامی جناب تینوش انقذه. جناب تینوش انقذه خودتون رو معرفی بفرمایید. معرفی فرمودین. بنده سلام عرض میکنم، تینوش انقذه منتقد ادبی هستم، خدمتتون هستم. خواهش میکنم. جناب انقذه عزیز، موضوع برنامه در مورد نقد ادبیات در گفتار اصحاب رسانه است. من و برنامه و همه چیزهایی که در این استدیو هست دست به سینه در خدمت شما هستیم. بهتر راه دور نریم و از همین برنامه خودمون شروع کنیم. البته بنده نسبت به گفتار جنابعالی استاد یک نقد کوچکی دارم که خدمتتون عرض میکنم. خواهش میکنم. البته ببخشید جسارت میکنم بنده در محضر شما استاد جان. وقتی که شما جملات شما رو بیننده میبینه و میشنوه، در ذهن خودش انگاره ها و تصویرسازی هایی میکنه که اگر شما اجازه بدید با اجازه شما من جملات و گفتار شما رو کمی تصویرسازی کنم. بله خواهش میکنم. نقد حلوای ادبیات، حلوا پزون بفرمایید استاد. با اجازه حلواتون رو میپذیم و میل میکنیم. در تشبیهاتی که شما میفرمایید گاهی گداری میفرمایید که تاختی میریم و تاختی بر میگردیم. میخواستم ببینم که این تشبیه شما، استعاره شما یعنی که ما سوار اسبیم، پیچکو 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 استاد میکنیم فقط در جهت تشبیه. استاد اونجا نرید، خواهش میکنم. اونجا رو
خندن. آخ آخ من گفتم خدمتتون استاد، البته دیر گفتم اما گفتم. تشبیهتون میشه این؟ ما اسبیم؟ استاد جان این بیشتر بعد انیمیشنی داره تا بعد زیبایی شناسی. یا در جای دیگر شما در تشبیهاتتون فرمودین که گاهی خرامان خرامان به سمت اتاق محترم فرمان اینجوری خرامان خرامان میروید. خواهش میکنم استاد اون سمت نرید، اون سمت مانع داره، پرش کنید. ظاهرا به استاد دیر گفتم پرش کنن. بینندگان جان تا دقایق دیگر استاد به استودیو برمیگردن. خواهش میکنم همکاران به استاد کمک کنن. من شرم حضور دارم، واقعا شرمندم، دچار حیرت شدم که شما چقدر چست و چابک، نرم و نازک از روی مانع پریدید. در خدمت شما هستیم همچنان. ولی البته در این تشبیه ها و استعاره های شما جای دیگر فرمودید که روی شعر غلط میزنید. غلط دیگه نه 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 غلط. خواهش میکنم استاد، خواهش میکنم غلط میزنیم، غلط میزنیم و غلط فرمودید. رو به رو هم نگاهی میاندازیم. استاد ما فوکیم غلط بزنیم یا اسبیم هم یا شطوریم خرامان خرامان سمت اتاق فرما. استاد استاد بنده سیاه و کبود شدم از شرم. البته بنده قصد جسارت نداشتم، این خودش یک نقد ادبی بود که خدمتتون عرض کردم. استاد حال و هوای ترانه چطوره؟ آخ باید فرهنگ سازی کرد قربان. بله باید از موسیقی بسیار استفاده کرد که جاش در شعرها و ترانه ها این روزا بسیار خالی است. بله و عرضم به خدمتتون باید شعرهای با اصالت را ریخت در جامعه، به جای این خزعبلات و لاتعالات شعرهای وزین سرود. خب شما در این باره اقدامی انجام دادید یا نه؟ آخ بله بنده به عنوان نمونه یک شعر و شاعر رو متر و معیار قرار دادم. بله. که همه بیان ببینن، مثل ایشون شعر بگن، ترانه بخونن. بعد الان نمونهش رو آوردیم خدمت همکاران، الان پخش میکنن. خیلی ممنونم. پس گروه محترم نیمبند فرمان را بچرخانید به سمت خیابان ترانه نازنین استاد انقذه و اجرا کنید. چی شده استاد؟ استاد جان دارم فرمایش شما رو تصویر سازی میکنم. فرمان رو بچرخانیم سمت اتاق محترم فرمان. خیلی دوست دارم یه روز یه وقت باشم یه جا، نقد بشم بعدش بگم درست چقدر به جا. دوست دارم اون آدم رو بربر نگاه کنم، وقتی که میخواد بره بهش بگم کجا. مثلا قانقان کنی ماشین میشه فرزن، مثلا بوم بوم کنی دوبس دوبس بشه عمرن، مثلا نیناش خناش فرق داره با چه چه، مثلا هیچی نگی کلن بگی بابا. من خوب حالی مشریه این قد من چون یکی پس کلم زد. من خوب وقتی همه کارام زده در کل، باقی کارا از دم رده. من که با اهل ادب توی یه قایقم، انتقاد نکن نظر سوراخ شقایقم. اگه میبافم من آسمونو به زمین، چون دلم میخواد همینه که همین. من خوب حالی مشریه این قدم من چون یکی پس کلب زده. من خوب وقتی همه کارم زده در کل،
باقی کارا از دم رنده. من خوب حالی مشری این قدر من شد، یکی پس کلم زده. من خوب وقتی همه کارم صده در کل، باقی کارا از دم رنده. مثلا قنقان کنی ماشی میشه فرزن، مثلا بوم بوم کنی دوبس دوبس بشه عمران، مثلا نیناش ناناش فرق داره با چه چه، مثلا هیچی نگی کلن بگی بابا. من خوب حالی مشری اینقدر من چون، یکی پس کلم زده. من خوب وقتی همه کارم صده در کل، باقی کارا از دم رده. جسارتاً میخواستم بعد از شنیدن این اثر فاخرتون یک نقد کوچیک کنم و حلوایی بپزم که یک وجب روغن روش باشه. خیلی هم لذت بخش استاد. بفرمی قربان، نقدم کنید. به قول شاعر نقدم کنید، نقدم کن سوادتو هم قدم کن. من انسان نقدپذیری هستم، بفرمی. خواهش میکنم اگر اشکالی نداره میخوام که دور از چشم بینندگان جان باشه که مفصل درباره خروس ونگوگ و توانایی هاشون با شما صحبت کنم. بینندگان جان خیلی ممنونم که امشب هم در خدمت شما بودیم، ما رو تماشا کردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. استاد، فقط منظور بنده از خروس ونگوگ سوی تفاهم نشه این تعبیر بود. گمون میکنم به طور کامل شما آسیب ندیدید. الان خدمت شما میرسم. استاد آخ، منظور من از آدم میمونه چجوری برخی از این بازیگرا یه نقش رو اینقدر قشنگ تکراری بازی میکنن. من خودم حقیقتا صبح که از خواب پا میشم میخوام خودم رو که دیروز از خواب پا شدم رو تکرار کنم، نمیتونم. بعد اینا اینقدر قشنگ تکراری بازی میکنن. فکر کن مثلا تو یک دعوای خانوادگی خیلی خیلی با کلاس بالا شهر، اینا رو برداری بیاری تو یک خیابونی پر از آدم خلافا، با همون دست فرمون ادامهشو بازی میکنن. از اینجا اگه سر بخورن توی فیلم جنگی یا توی فیلم کمدی یا توی یک فیلم صامت، بازم با همون دست فرمون و همون دوز عصبانیت میتونن برن بالا. هیچ خللی توی بازیشون ایجاد نمیشه. اصلا جوری شده که اینا رو با نقشاشون دیگه میشناسن. همون آدم عصبانیه، همونی که جیغ جیغ میکنه، همونی که همش نقش معتادا رو بازی میکنه، همونی که نقش بازاریا رو بازی میکنه. تازه کاش داستان به همینجا ختم بشه. اگه شانس بیاریم تو جشنواره فجر اینا زیر گوش خبرنگاری مجری چیزی نزنن یا تو برنامه هفت حداقل میزو برنگردونن. واقعا من نمیدونم چرا بعد کار تو معدن این کار سخت‌ترین حالت ممکن رو داره برای آدمیزاد. اینجوری نیستا، اصلا یه جوریه که متوجه نمیشی اینا عصبیان به ذات یا نقش عصبی‌ها رو بازی میکنن یا عصبی هن اصلا کلا، اصلا تو متوجه نمیشه این قضیه رو. بعد از نقد تعریف میکنن. آقا برادر من، با یه همچین نیمچه تعریفی که از شما میکنیم و داشته باش، نقد پیشکش. البته البته گاهن پیش اومده که این شخصیت ها شخصیت یک عاشق دلخسته رو بازی کردن، با انگشتی به این حالت اخمی توی هم و نگاهی گوشه چشم که صد بار گفتم این حرفا رو نزن، اینا مغز منو میپکونه. خب اشتباه نکنید، این جزء صحنه‌های عاشقانه ماست. ولی اینجا بازیگر سعی کرده دیگه عصبی نباشه، یعنی صدا رو آورده پایین‌تر، یواش‌تر. ولی همون سوال، من یه سوالی از خدمت شما داشتم، چون عاشق بازیگری هم میپرسم و ببخشید فقط تو رو خدا عصبی نشید. شما اونجایی که به اون خانم گفتی که حاضری با من ازدواج کنی و خانم نگاه کرده گفت با منی، شما گفتی که مگه غیر از من و شما کسی دیگه هم اینجا هست؟
اینجا نشون میده که شما خیلی آدم با عاطفه ای هستید، خیلی آدم مهربونی هستید و خیلی به ازدواج دارید فکر میکنید. این چقدر خوبه. ولی اگه عصبی نمیشید، من یه سوال ریز داشتم از شما. شما که انقدر خوبید، انقدر مهربونید، آیا فکر میکنید دختر مردم رو با این حجم از عصبانیت میتونید خوشبخت کنید حتی به غلط؟ بگذاریم. بفرمایید. نقش زن در سینمای ایران اجهام شده است؟ نقش مرد در سینمای زنانه چیست؟ آیا شما معتقدید که مردها در سینمای ایران بیش از استحقاقشان پررنگ نشان داده شدن؟ حق با کیست؟ فرق زندگی واقعی و سینما در چیست؟ امشب در خدمت یکی از کارگردانای بسیار بسیار خوب و مطرح هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شما بیننده های عزیز. خیلی خوشحالم که برخلاف میل باطلیم تو برنامه شما هستم. چی جون؟ نگرفتی؟ چی رو؟ من ترجیح میدادم با یه مجری خانم صحبت کنم تا اینکه با شما. حالا به شما آقایون که هرچی بگی باز متوجه نمیشی. من فکر میکنم مثلا وارد این بحث نشیم ما. خیلی هم معتقدن که شما یه توی فیلماتون نگاه جانبدارانه دارین به نفع زنا. درسته؟ نه نه اصلا اصلا همچین چیزی نیست. من به زن و مرد نگاه منصفانه دارم. هر دو برای من برابرن. شما اولین فیلمی که ساختی چی بود؟ یه فیلم کوتاه بود. فیلم کوتاه. اما اسمش چی بود؟ مردی که حقش را گرفت. آفرین، مردی که حقش را گرفت. آها، اینجوریه. موافقی من یه تیکه از فیلم ببینیم؟ یه تیکه چه؟ کلش 10 ثانیه است. بفهم. پخش کنیم فیلم. بودن یا نبودن مسئله این است. مرد ترکید. کلا همین بود؟ همین بود چیه؟ میدونی سر همین بود چند میلیون زن تو دلشون گفتن آخیش دلمون خنک شد. اون وقت آقایون چی؟ آقایون چی گفته؟ اونا که گرخیدن. جدی؟ البته فکرم کردن یه چند لحظه پیش خودشون فکر کردن بعد گفتن آخ. همین آخ برای 77 پشتشون بس. شما اصلا دوست ندارین که تو فیلماتون مردا مظلوم واقعشن، درسته؟ خیر، من منصفانه به ماجرا نگاه میکنم. اصلا همین تو تاریخ سینما، از بعد به سینما تا الان چند تا فیلم ساخته شده که مردا توش هر کاری دوست داشتن کردن. حالا ما اومدیم چند تا فیلم ساختیم، نقش اصلیشو دادیم خانوما که چی؟ این به اون در. خیلی از فیلمایی که ساخته شده و قهرمانش زن هستن آقایون ساختن. اونم از ترس زنشون بوده. چی؟ از ترس زنشون؟ بله. این نگاهتون واقعا جانبدارانه است. نیست. چرا؟ چرا؟ چون در واقعیت هرچی بدبختی و کار و دشواری گردن خانوم هست. از صبح تا شب آقایون میشورن، میسابن، میپزن؟ میشورن و واسه یه لقمه نون دیگه. بعد میسابن؟ خب بالاخره فشار میاد به آقایون دیگه واسه یه لقمه. آخه یه وقت نمیرین زیر این فشار. آخه. دیگه داری مغلطه میکنی. نه اصلا نمیپذیرم. نگاه من به زن و مرد کاملا برابر و مساویه. شما خانم آخرین فیلمی که اکران بود چه فیلمی از شما بود؟ اتفاقا توی فیلم آخرم که ساختم توش نگاه کاملا منصفانه رو رعایت کرده بودم. چرا؟ چون همونقدر که آقایون تو فیلم مظلوم بودن، خانومان به همون اندازه مظلوم بودن. میگم ترک کنم، موافقی این بریم یه بخشی از این فیلم رو ببینیم؟ ببینیم؟ بریم یه قسمت از فیلمی که ایشون ساختن ببینیم؟ آخه چقدر بشورم، چقدر بسابم، الهی جسی جیگر بزنیم، جسی جیگر بزنیم، این عمال تو دیگه خسته شدم از دست شما ذلیل شده ها، جسی جیگر زده ها، همه یه سختی ها رو شونه منه، این عمال تو، جسی جیگر زده ها، بلا گرفته، آخه چقدر باید بشورم، چقدر باید بسابم، بینه کلفت باید کار کنم. دیدی؟ بله دیدم. دیدین بله، چقدر منصفانه بود؟ بله، دیدین بله. زن چقدر مظلوم واقع شده بود؟ واقعا زن تو فیلم تک و تنها بود. تک و تنها داشت آقا رو کتک میزد. یعنی الان شما میگین واقعا تو این فیلم به زن ظلم شده؟ معلومه که ظلم شده. زن تک و تنها دست تنها داشت مرد رو کتک میزد.
اصلا این فیلم هیچی. یه فیلم دیگه ساختن اسمش شد حساب کتاب. آره تو این فیلم می‌خواستن شما کل مردای کره زمین رو خشن نشون بدید. خب نشون دادم که نشون دادم مردا خشنن دیگه. همین خود شما خب. مثلا خیلی جنس لطیفی داری الان جلوی من نشستی. اصلا خود شما تا الان چند تا فیلم تا حالا ساختی که زن نقش اصلیش باشه؟ خانم وارد بحث نمی‌شید. جواب بده. شما وارد بحث نشید. شما داری سوال می‌پرسی منم دارم جواب. نه نه خانم من زبرزه خشن داری در میری. لطافتم بیشتر از زبرزه رنگی خوشونتمه. نه اون لطافت شما مال الانه. اون دوران جوونی که بله برای خودتون بروبیایی داشتین و سری و خشن رفتار می‌کردین یادتون نیست. خب بریم بگذریم. برای شخصیت های مرد فیلم شما همه خشنن، همه اینجوریان. این واقعا فیلمی که شما می‌سازیه. نه خیر. چشاتو واسه من اینطوری نکن. اتفاقا من الان یه فیلم ساختم. البته آخرشه. که توش تصویر مردو به خوبی نشون دادم. اسمش چیه؟ خانم و آقای مساوات. آه خانم و آقای مساوات؟ آه دیدی مثل اسمش همه چیز منصفانه تقسیم شده. بگه کینگ کونگ بود. نه خانم و آقای مساوات بود. البته که بسیار درست و به جا تشبیه سازی شده. تصویر واقعی مرد این بود واقعا؟ غیر از اینه مگه؟ یه همه اینطوری هست؟ همه شون سر و تا یک عباسم آقامو جان دلم برنامه رو زودتر تمومش بود. الو جانم زندگی مهربانم دیر شده. شما گفتید 10 دقیقه مصاحبه داری، الان شده 20 دقیقه. البته من مشکلی ندارم و خودتون دیرتون نشه قربونتون برم. الهی من دور سرت بگردم الان میام. خب تمومش کن دیگه بابا منتظرم همسر جانم. دیر میشه درد و بلات بخوره تو سرم. خدا نکنه من بمیرم برات مهربونم. الان میام. چشم بروی چشام. خانم یه ساعت دیگه ما با هم دیگه باید صحبت کنیم. میچرفی شما تازه داشتین چیز دیگه میگفتین. یه ساعت دیگه با هم دیگه صحبت کنیم منتظر منه. شما الان راجع به مردا یه چیز دیگه میگفتین. چه ربطی داره؟ من که نباید تو زندگی واقعی با هم دیگه جنگ کنیم اینجوری باشه که سنگ به سنگ بر نمیاد. اونم تو فیلم واسه برادر من. خانم محترم شما فکر نمی‌کنید که با این فیلمایی که می‌سازید یه عده بیننده بنده خدا فرق بین فیلم و زندگی واقعی رو متوجه نمی‌شن؟ مردم عقل دارن یه ذره مغزشون رو به کار بندازن می‌فهمن که این دوتا رو باید با هم دیگه تفکیک کنن. بعدم فیلم باید جشنواره پسند باشه دیگه. چه انتظاراتی داری؟ انقدر بخت منو نگی. الان جان دلم قلبش وای میسه. آقا خدافظ. بفرمایید. بینندگان عزیز مهمان ما رفت. شما ولی حتما فرق بین فیلم و زندگی واقعی رو با هم دیگه جدا کنید. خوب درکش کنید. تا یک برنامه دیگه، یک نیم نمایی دیگه، خدا نگهدار. طرح لبخند تو پایان پریشانی است. خدا برای تک تک شما خیر رقم بزنه. برای ما دعا کنید به امید روزهای روشن پیش رو. خدا نگهدار. Hello,